سلام آج آقا. علیک السلام. من پدر که دانشجوتون هستم. دانشجوی من؟ بله، دانشگاه تهران، ساسان رحمانی. آها، بله. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. خوب هستی چون خدمتم بفرمایید. راستش میخواستم یه خواهشی کنم از شما. میخواستم بگم اگر میشه لطف کنید با پسرم صحبت کنید. درباره باهاش صحبت کنید، بگید از خونه من بره. چی؟ بهش بگید بره خوابگاه. متوجه نمیشم. میدونید حاج آقا، من از زنم جدا شدم، سال هاست تهران تنهایی زندگی میکنم. پسر من با مادرش اصفهان زندگی میکنه. حالا زده و دانشگاه تهران قبول شد و اومده خونه من. حقیقت چه بخوای من نمیتونم نگرش دارم. بچه شماست؟ بچمه، بله، ولی قدشناس نیست. من هرچی به پسر خوبی کردم اصلا به چشش نمیاد. این موردش هم شبیه مادرشه. حاج آقا به خدا من به این زن خیلی خوبی کردم، اما تا دعوامون شد همه چی یادش رفت. تو زندگیتون دعواهای شدید هم داشتین؟ خیلی شدید بود، دیگه هیچ حرمتی بینمون نمونده بود. خیال نکنید خانواده هایی که خوشیشون بیشتره پایدارترن. گاهی اوقات این خوشی های سطحی با یک دعواهای عمیق و شدید از هم پاشیده میشن. مهم نیست که شما چقدر برای پسرتون زحمت کشیدین. شاید اون دعواهای شدید و عمیقی که بینتون بوده بیشتر از زحماتی بوده که برای پسرتون کشیدین. احساسات منفی اثر بیشتری رو ذهن میذاره. شاید همینطوره که شما میگید باشه. من همون چند تا مورد منفی پسرمو هنوز توی ذهنم دارم. برای همین از شما خواهش میکنم لطف کنید با ساسان حرف بزنید که بره خوابگاه. منم قول میدم دورا دور حواشو داشته باشم. اینجوری برای هممون بهتره. تنها اصل مهم محاکات که تو ادیان دیگه هم بهش پرداخت شده خودشناسیه. خودشناسی رکن اصلی معرفت شناسی یا زیبایی مطلقه. حیف که تو پایان جلسه امروز به این مبحث جذاب رسیدیم، ولی امیدوارم جلسه بعدی ریشه محاکات رو مفصل بررسی کنیم. شیخ محمود شبستری جهانبینی خودشناسی رو از آیات و روایات تشریح کرده. اگه بخوام تو یه جمله نظر فلسفه اسلامی و غیر اسلامی رو تو این باب بگم، اینه که چه کسی هستیم، کجا ایستادیم و قصد رفتن به کجا رو داریم. اما متاسفانه یا هوای نفس یا شرایط اجازه نمیده که به این سوالات پاسخ درست بدیم. اما همه آدم های موفق تونستن با پاسخ به این سه پرسش به درجات عالی هم برسن. بچه ها جلسه امروز تمومه، انشالله جلسه بعدی هم دیگر رو می بینیم. خدا به امراتون. شما هم تصدیر دفتر جان دفتر؟ من برم سلف دیگه، نهار تموم میشه. نرم به نهارت هم میرسی، بیا دفتر کارت. Thank you.
آقا من خدمت شما. دارم پشت سرت دادم. اجازه هست؟ آقا ساسان دیگه، درسته؟ با این وضع گوش دادن نکنه میخوای حاضری تو بزنم برات؟ اتفاقا برای همین حاضری میام دانشگاه. نیازی نیست بیا، من خودم حضورتو میزنم. از شما درد نکنم، فقط میخوام بدونم هدفت از این رفتارا چیه؟ عشق و حال، جوونی. خوبه، اینم یه هدفیه. خوبه؟ یعنی از نظر شما عشق و حال کردن ایرادی نداره؟ نه، چه ایرادی؟ مگه اینجوری نیستش که اگه با آدم زیادی خوش بگذره حرومه؟ نه، ولی زیاده روی تو هر مسئله مضر. زیاده رو به گوش شما هم رسیده آج آقا. بابا یه دونه اردوی دانشگاهی میخوایم بریم دوره هم باشیم، ای بابا اونم حروم اعلام شد. دیدی گفتم همه چی از نظر شما حرومه، اینم حرومه. نه خیر، دین ما با لذت بردن از زندگی و جوانی کردن مخالف نیست. مخالفت ما با خارج شدن امور از حد خودشه. اگه هم سختگیری هست به خاطر پیشگیریه، بهتر از درمانه که. مثلا تو همین مورد سفرتون، خانواده هاتون خبر دارن؟ برای چی باید در جریان باشن؟ مگه بچه دبیرستانی هم؟ بعدم آج آقا ما کلن اصلا برنامه ریزی نکردیم ها، فقط حرف زدیم دربارش. دور هم دیگه جمع شده بودیم، یه نفر گفت نرید به حراست بگید برای ما داستان درست کنید دوباره. کجا میری؟ جا کجا میری؟ داخل. داخل چیکار داری؟ خونه خداست دیگه، داخل میرم دیگه. من نمیبینی من در بستم، تعطیله. حاج آقا خونه خدا مگه تعطیلی داره بابا؟ از سر کار اومدیم، دو دقیقه مونده نماز قضاش ساعت 4. اگه بذاری ما بریم لطف کردی. حاج آقا سلام علیکم. عرض ادب. سلام علیکم. چطوری پسرم؟ چی شده مشهد؟ حاج آقا خسته شدم، هی وقت و بی وقت میخوام برم دستشویی. مرد مومن دستشویی چی؟ حاج آقا از سر کار اومدیم بریم نماز بخونیم، حاجی جلومونو گرفته. نه شما بفرمایید نمازتون رو. مرسی. بفرمایید. ساعت 4 یادش افتاده بره نماز. بله. باشه آقا، چرا پیش خلق الله داری برخورد میکنی؟ حاج آقا من چقدر میگیرم؟ تمام چشمم باید به این سوراخ سنبه‌های اینجا باشه، یه ذره دو ذره که نیست. مشهد در خونه خدا باید باز باشه، خونه امن آدم هاست. بعدشم این چه حرفیه میزنی؟ من چقدر میگیرم؟ آجا با ببخشی، دهنم پرید، ندونستم چی گفتم. بی انصافی نکن دیگه باشم. ببخشی آجا، مذاری. این چه حرفیه؟ خدا به شما برکت بده. آجا باشم آدم وقتی که عصبانی بشه یه ذره باید خیشتن داری کنه. با بچه های مردم که اینجوری رفتار نمی کنن. تو همه امورات این مسجد دست توه. پسرم التماس دعا. خب آج آقا چه خبر؟ بالاخره راضی شد بره خوابگاه؟ میدونید پسرتون میخواد با بچه های دانشگاه به اسم اردو برن مسافرت کبیر؟ نه خبر ندارم، من همه چی این بچه رو سپردم دست مادرش. علی الان داره با شما زندگی میکنه. دقیقاً به خاطر همین چیزاست که نمیخوام با من زندگی کنه، چون مسئولیتش با من نیست. حاج آقا توقع داری مادرشون از راه دور از اصفهان به کارهای پسرتون نظارت داشته باشه، حواسش باشه؟ حاج آقا روزی که داشت طلاق میگرفت خودش گفت حضانت بچه رو بده به من. حالا هم حواس کرده یه ازدواج بکنه. خانم زرنگ تشریف داره، میخواد همه مسئولیت بچه رو بسپره دست من، خودش فلنگو ببنده بره. به من چه حاج آقا؟ پس ماجرا اینه، پسرتون میدونه؟ چیو؟
ازدواج مادرشو؟ نه نمیدونه، یعنی مادرش نمیخواد بهش بگه چون روشو نداره بهش بگه. خانوم میگه من بهش بگم که وقتی بهش بگم همه دو تا هوا رو سر من بکنه. اوف، شما این زن هنوز نشناختی آقا. من از دست این چی کشیدم من؟ حاج آقا این پیشنویس پایان نامه‌مه، خواستم که شما یه مطالبه فرمایید. بعد هر وقت که فرصت داشتین بگین که من بیام خدمتتون. باشه. فردا هم این موقع تشریف بیارید من در خدمت. بله. خیلی ممنونم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. باز چی شده استاد؟ آقا من اصلا اشتباه کردم به شما گفتم. کنسله آقا، کنسله. در پشت سرت ببن. حاج آقا نمیرم. رضایت ولیمم دارم ولی نمیرم. خوبه؟ نیازی نداره. ولیتون حضوری اومده بودم. اومده شکایت؟ نه آقا ساسان. خانوادت قصد گفتن یه نکته مهمی رو دارن ولی نمیدونن چطوری. ببین حاج آقا، خانواده من تو تنها چیزی که با هم دیگه تفاهم دارن نخواستن منه. دومیش هم نمیتونن بهم بگن، فکر میکنن من نمیدونم، ولی من میدونم. مادرم فیلش یاد هندستون کرده، فکر کرده من اومدم دانشگاه یه سر خر کم شده میتونه ازدواج کنه. شما اصلا میدونی آخرین پیامی که بین من و مادرم رد و بدل شده چی بوده؟ اونم تازه من شروع کردم. بعد از دو هفته این که من ازش خبر نداشتم، اونم از من خبر نداشته، براش نوشتم سلام خوبی؟ نوشته سلام خوبم، جواب پرمغز. خب خوشحال شده که ازت خبر گرفت. مادره دیگه. مادره؟ کدوم مادر؟ شما اصلا میدونی من چرا از شهرستان اومدم تهران؟ به خاطر اینکه فقط میخواستم اونجا نباشم. یه سال بود میدونستم این نامزد کرده. آقا بکنه، ازدواج بکنه، به من چه ربطی داره؟ کارای مادرم به خودش ربط داره، کارای بابام به خودش ربط داره، ولی کارای منم به خودم ربط داره. خب تصمیم چیه؟ عشق و حال. روز اولی که اومدم اینجا بهتون گفتم عشق و حال. یعنی میخوای بگی که مهم نیست آینده‌ت به کجا ختم میشه؟ هیچی توی این دنیا برای من هیچ اهمیتی نداره، هیچی برام مهم نیست. فکر میکنی اگه بگی هیچی برات مهم نیست آدم خفنی هستی؟ ما هممون معمولی هستیم، مگه اینکه جامون رو تو زندگی پیدا کرده باشی. آقای رحمانی، خواستم بیاین اینجا تا بهتون بگم توقع شما با شرایط روحی پسرتون سازگاری نداره. میدونید ساسان وضعیت خوبی نداره. کی؟ ساسان؟ اون که همش دنبال تفریح و گردش یللی تللیشه. شبا یه جوری پر انرژی میاد خونه که فکر میکنی همین الان تازه خواب بشده. صبحم که تو لنگ زور میخوابه، بعدم پا میشه و دوش و اسلا و آراویرا میکنه که بره دانشگاه. فکر نمیکنید میخواد سرشو گرم کنه تا این شرایطو فراموش کنه؟ کدوم شرایط تا چیخا؟ قربونت برم، آبش کمه، نونش کمه. یه کلام به شما گفتم بهش بگید از خونه من بره، بره خوابگاه زندگی کنه. دیگه لطفاً بیماری روانی به بچه نبندید. حالش هم خوبه، خوبه، بهتر از من و شما هست. اون هنوز نتونسته با تصمیم مادرش کنار بیاد. فکر میکنه هر کدوم از شما پی زندگی خودتون هستین و اونم میخواد پی زندگی خودش باشه. باش. به خودش و مادرش مربوطه. میدونی چرا خیلی راحت هزانتش رو دادم به مادرش؟ چون وقتی ساسانو میبینم یاد مادرش میفتم. یاد انتخاب اشتباه خودم. نه که برام بگم مهم نیستا، خیلی هم مهمه، ولی وقتی مادرش خزانتش قبول کرد، مسئولش قبول کرد، باید تا تای خطش بره. پاش باید وایسا جقا. ولی من فکر نمی کنم الان زمان مناسبی برای انتقام گرفتن باشه. من دو جلسه با پسرتون حرف زدم، دانشجومه، سر کلاس رفتاراشو می بینم. حتی این جلسه آخرم یه رفتارهایی ازش دیدم که احتمال اینکه اعتیاد داشته باشه خیلی زیاد. حاج آقا دیگه براش بعد چیکار بکنم؟
همین الان برم یک کلام با شرف بزنم تهدید میکنه که فردا برم خودکشی میکنم. قبلا همین کارم کرده؟ یه چند باری بله. باید سعی کنید رابطتون رو باهاش درست کنین. شدنی نیست آجا، شدنی نیست. با کی دارید لج میکنید؟ همین سفری که گفتم با بچه های دانشگاه میخوام برن به اصطلاح اردو، میدونی چقدر براش درد سر سازه؟ آجا با قربونت برم، من هیچی نمیدونم. من شماره مادرشو مینویسم براتون، باهاش تماس بگیرید، همه اینا رو که به من گفتید به اونم بگید. شاید خانوم مؤثرش تموم شده باشه، به پسرش سر بزنه. بفرمایید لطفا. نیازی نمیبینم به خاطر منتفی کردن این سفر به مادرشون زنگ بزنم. از بچه های دانشگاه هستن که منطقی هن و یه حیایی دارن که بتونن این سفر رو منتفی کنن. خود دانی آج آقا. خداحافظ شما. به سلامت. خب نمیخوایم بگیم برای چی اومدین؟ راستش آج آقا من اومدم بگم دیگه مشکلی ندارم ساسان با من زندگی کنه. میدونید هفته پیشم کلی با هم حرف زدیم. خب راستش بخوای یه سفر دو نفره پدر پسری هم با هم داشتیم. به به نه آج آقا، رو اجبار بود، بدون برنامه ریزی. نمیخوای چیزی بگی؟ این آقا ساسان ما یه بار زد به کلش که از کشور خارج شه، اونم بدون پاسپورت و قاچاقی. آره؟ چرا؟ نمیدونم، فقط میخواستم برم. آره؟ فقط میخواست بره آج آقا. بره که بره، نه پاسپورت قانونی رفتن داشت، نه پول غیر قانونی رفتن. شب بود تازه رسیده بودم خونه، روگوشیم با یه شماره عجیب غریب زنگ خورد، گفتن وثیقه بیار پسرتو گرفتیم. گفتم کجا؟ لب مرز ترکیه. دیگه چی دیگه، رفتم و درش آوردم. چقدر طول بودی؟ 8 ساعت رفت، 8 ساعت برگشت. 16 ساعت حاج آقا، 16 ساعت رانندگی کردم، رفتم و درش آوردم. کار خوبی کردی. خب دیگه خدا رو شکر کردن حالش خوب و سلمر گنده جلوی شما نشسته. ما هم دیگه با هم خوب خوبیم. فکر کنم دیگه در سر درست نمی کنه و دیگه نیازی به مشاورم نداره حاج آقا. مگه جور نیست بابا جون؟ بله. ولی من که مشاورش نبودم، استادش بودم. الان میخوام بدونم که چی شد که یهو همه مشکلات حل شد. میدونید حاج آقا، من و ساسان خیلی از هم دور بودیم، به اندازه 7-8 سال. ولی توی مسافرت 7-8 ساعته که کنار هم بودیم تو راهی برگشت از مرز، انگار آب را آتیش بود. باعث شد حرفمون رو به هم بزنیم، باعث شد ساسان بفهمه که من چقدر خیر خواهشم، منم بفهمم چقدر از این رابطه پدر پسری خوشم میاد که این مادرش این رابطه رو قیچی کرده بود. یعنی تو قطع این ارتباط فقط مادرش رو مقصر بود؟ خب آره دیگه، اگر حواس طلاق به سرش نمیزد بچه من دور از من بزرگ نمیشد. الانم که حواس ازدواج مجدد زده به کلش، این بچه رو به امور خدا رها کرده رفته. فکر نمیکنید بعد از طلاق که اومدین تهران باعث شد بیشتر از پسرتون دور بشین؟ حاج آقا قصه رو پیچیدش نکن. اگه طلاق نمیگرفت هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. شما که چیزی خبر ندارید. حالا مهم اینه که ساسان حالش خوب اینجا نشسته، مگه اینطور نیست؟ خوبم. که اینطور؟ همینطوره. برای همین من فکر میکنم دیگه ساسان نیازی به مشاوره نداره حاج آقا. به نظرم شما حس خوبی به مشاوره نداری. میدونی حاج آقا، من یه مهندس معمارم، تا وقتی ساختمونایی که میسازم فرو نمیزنه بالا میرن، یعنی من کارمو خوب انجام دادم. ولی وقتی ساختمون هنوز بالا نرفته فرو میرزه آسیب میبینه، یعنی من افتضاح کار کردم، از پسش بر نیومدم. ببخشید حاج آقا، خیلی ببخشید، شما لطف کردید یه چند جلسه‌ای با سازان حرف زدید به عنوان یه مشاور، ولی هیچ تأثیری نداشت. سازان راه اشتباه خودش انتخاب کرد. خب الان اینجا چیکار میکنه؟ راستشو بخوای آج آقا،
میخوام بهتون بگم شما به عنوان پزشک ساسان یه زحمتی بکشید، یه گواهی بنویسید که این رفتاراش و رفتنش به مرز دست خودش نبود و یه تصمیم هیجانی بوده. خودت هم اینجوری فکر میکنی؟ اولا من پزشک نیستم، مشاورم. ثانیا پسر شما بیمار من نبوده، دانشجوی من بوده. الانم اگه ممکنه میخوام با آقا ساسان تنهایی صحبت کنم. یعنی نمی‌نویسی دیگه؟ نه؟ من به شما هشدار داده بودم، درسته؟ حاج آقا شما وقتی رو بردین وسط برای تلافی کردن ها؟ به خدا سندم گیره این پسره، یه گواهی چیزی نیست، بنویس بره دیگه. ممکنه تشریف ببریم بیرون، بفرم. برام تعریف کن چی شد. همون که بابام گفتی. بابات که تو کله تو نیست که بدونه، چرا یهو تصمیم گرفتی که از ایران خارج شی؟ هیچی استاد، خودتون دارید میگید دیگه. یهویی شد خون به مغزم نرسید. همین دیگه. یه روز رفتم خونه، دیدم بابام داره تلفنی با مامانم صحبت میکنه. داشتن جر و بس میکردن با هم دیگه، میگفت بیا جمع کن بچه تو، اگه بلایی سرش بیاد مسئولیتش پای خودته و اینا. اونم که اون برای تلفن این خیالش نبود. دیدم دارن دعوا میکنن سر نخواستن من. همونجا تصمیم گرفتم باید برم یه جایی که دست هیچ کدومشون بهم نرسه. یه آدم پرون میشناختم، رفتم سراغش، بهش نگفتم پول ندارم. نصف پولو بهش دادم، گفتم بقیهش اون برای مرز بهت میدم. وسط را دیگه فهمیدن پول ندارم، ولم کردن وسط بیابون. باز من گفتم میرم اینجوری مسیر رو پیدا میکنم. گم شدم، سم افتادم از کوه پایین، پام ترکید، پلیس گرفتتم. خب بعدش؟ بعدش هم دیگه همین که دیدید. با پدرت تماس گرفتی؟ خیلی طول کشید تا تونستم بهش زنگ بزنم. ترسیدی نیاد، درسته؟ گفتم الان میاد دوباره برمیگرده میگه مسئولیتت پای من نیست و اینا. چیکار میکردم؟ زنگ زدم به اون زنه؟ منظورت مادرته؟ همون، فرق نمیکنه. چی میگفتم بهش؟ میگفتم بچه‌ای که ولش کردی رفتی دنبال شوهر کردنت دست گل به آب داده. زنگ زدم بابام، گفتم الان میاد اونجا قشقرقی به پا میکنه، داد بیداد میکنه. ببین اومد یه جوری منطقی برخورد کرد، تشتکام پریده بود. ای میشه مگه؟ خب حالا میخوای چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ ندیدی چقدر با محبت داشت با هم صحبت میکرد، چه توجهی داره به هم میکنه؟ برگشته زنه گفته که دیگه حق نداره اسم منو بیاره، گفته همه مسئولیتاش به خودشه دیگه. البته من ناراحتم از این که اون طرف خداش بوده ها، اسمش هم دیگه نمیارم. ولی خب بده مگه آدم پدرش بعد چند سال بفهمه که یه پسر داره. خوبه دیگه، نه؟ بله حتما خوبه، ولی وقتی بهتره که این توجه باعث نشه مادری که عمرشو به پای تو گذشته فراموش کنی. بابا کدوم عمر؟ بابا استاد عمر کجا بود؟ من 18 سالم نشده بودم، دانشگاه نرفته بودم. این دنبال این بود که بعد از من خلاص شم، من چه برنامه‌ای میخواد واسه زندگیش داشته باشه. انگار مثلا با من تو زندون بود تو این 8 سال. تو نمیتونی درباره مادرت اینجوری حرف بزنی یا قضاوتش کنی. نباید با این فکر را ارتباط تو با مادرت از بین ببری. خیال استاد، بی خیال بابا، ارتباط کجا بود بابا؟ ارتباط. من اصلا داشتم به این فکر میکردم، میگفتم آقا من مقصر بودم که بابام پاشو درفته. بعد فهمیدم نه، همین زنه سوسه اومده نشسته پاش. رابطه ما رو چیکار کرد؟ چی کرد دیگه؟ البته این خوبه که آدم ریشه مشکلات زندگیشو پیدا کنه، ولی فکر نمیکنی یه طرفه داری پیش قاضی میری؟ اگه منظورتون اینه که باید بشینم حرفای مادرمو گوش بدم، که باید خدمت شما عرض کنم 8 سال بیخه گوش من این اسپیکر ور 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 همینجوری حرف زده، دیگه حرفی نمیخواد بزنه که. الان ممکنه یه مقدار شرایط جدید باعث بشه که یه کم گیج بشی. گیج نیستم. یعنی حالت خوبه؟ با این شرایط مشکلی نداری؟
نه ندارم. واقعا از درون این حسو داری؟ واقعا از درون دارم این حسو میگم. و فکر میکنی ارتباطت با پدرت همیشه اینجوری میمونه؟ چرا نباید بمونه؟ ببین با توجه به شناختی که از پدرت دارم. شما هیچ شناختی از پدر من نداری. چرا؟ با توجه به رفتاری که الان دیدم. ببین حاج آقا، مشکل من با شما اینه که چرا فکر میکنی میتونی نیت آدما رو بخونی، با یه نگاه آدما رو بشناسی، فکر میکنی از همه باهوشتری؟ من چنین فکری نکردم. چرا دیگه؟ بابا تو دانشگاه هم همینجوری میری اون بالا میشینی فکر میکنی عقل کلی، هر چی دلت میخواد بگی، دانشجو همه اینه بوز باید بشینه فقط نگاه کنه، حق نداره حرف بزنه. چه میدونم نرید سفر اوخ میشید، برنامه منو کنسل میکنی، چه برسه اینجا که دیگه مثلا دفتر مشاورتون. خب الان کی داره زن خانی میکنه؟ بی خیال آقا، این کاری که بابام گفت و بکن، این نامه رو بنویس، بعدش هم شما از دست من خلاص میشی. هم شما. آقا من اصلا تصمیم گرفتم درستونم حذف بکنم. اصلا چه معنی داره استاد بخواد در جریان ریز زندگی شاگردش باشه؟ امضا نمیکنی؟ برو بیرون به پدرت بگو بیاد، خودت هم بیرون باش. آخ دمت گرم، دمت گرم. باشید حاج آقا، خدا خیلی بده حاج آقا، بنویس که کارم را بیفته. نمی نویسم. باسه چی حاج آقا؟ الان ساسان گفت که شما میخوای بنویسی که؟ گفتم بیا این تو بهتون بگم، هم شما هم پسرتون نیاز به مشاوره. چی میگی حاج آقا؟ چی میگی؟ تا دیروز میخواستی پسر منو روانی و معتاد نشون بدی، حالا که حالش خوب شده میگم یه خط گواهی بنویس، میگی نه؟ ببخشید آج آقا، ببخشید. معلوم به خودتون چند چندی؟ من میدونم با خودم چند چندم. اگه شما میدونی، مرد حسابی. آخه آدم برای اینکه خودشو پیش بچهش خوب جلوه بده، باید مادر بچه رو خراب کنه؟ آج آقا این زن یه اور منو جلو بچه‌م خراب کرد. الان نوبت منه که خرابش کنم. همین خشمی که دارین، یعنی نیاز به مشاوره داری. بازم گفت. آج آقا هر چی در مورد پسرم بگی میگم چشم. قبول، یه کم تندی داره، رو اعصاب منم هست، ولی دیگه نمیتونی که ولی چی؟ فقط تندی داره؟ خب یه جاهایی هم هیجانی رفتار میکنه. یعنی این که میخواد تو رو تهدید کنه، با خودکشی تهدید میکنه. این که انقدر بی‌پروا عمل میکنه، یهو سر از مرز در میاره و با کاروان قاچاقچی همراه میشه، اینا مهم نیست؟ ببین، وقتی برات مهم نبود که بچه‌ت قانون خدا را زیر پا بذاره، پاشو از حد و حدود خودش بذاره اون برتر، اتفاق بعدیش هم قابل پیشبینیه. چه ربطی داره؟ چرا قیمه ها را میرزی تو ماست حاج آقا؟ الله اکبر. وقتی آدم در مقابل خدا بیپروایی میکنه، در مقابل بندهای خدا هم خیلی راحت بیپروایی میکنه. این قوانینی که خدا تو زندگی آدم ها گذاشته، یه بخشیش نسبت آدم به خداست. یکی از کارکرداش اینه که زندگی آدم رو نظم میده، یاد میگیره که آدم تو چارچوب راه بره، به قوانین احترام بذاره. اینجوری نیست که همش فکر کنه که هر چی دوست داره و دلش میخواد و انجام بده. حاج آقا والله ما هم دین داریم، به اخلاقم پایبندیم، آدم شرتی پرتی هم نیستیم. بابا اینا جوونن، اینم تو این دور زمونه، بهتر نیست آدم به چیزای مهمتری گیر بده؟ پیغمبر میفرماین حیا کل دینه، این یه مسئله جزئی نیست. والا دیگه نمیدونم آجا، مخم کار نمیکنه. پسر تروت وای نمیسته؟ شما که میدونی وای میسته. آدمی که از خدا حیا کنه تو روی باباش وای نمیسته. نمیدونی باشی آجا خان، خدا نگهدار. Thank you.
نگران شدم، انگار یه اتفاقی براش افتاده. میگفت امروز سر کلاس استاد یه چیزی گفته، یکی از دانشجوها احساس بامزگی کرده و یه تیکه به ریحانه پرونده و مسخرش کرده. اونم جوابشو نداده ولی کل راه داشته هرس میخورده. بهش گفتم چرا جوابشو ندادی؟ گفت راستش از خدا ترسیدم شاید خدا خوشش نیاد با مرد نامحرم دهن به دهن بذارم. دمت گرم دخترم. بهش گفتم آدمی که از خدا پروا کنه خدا یه جایی دستشو میگیره. شاید فکر کنه زرنگی کرده و جوابی نداشتی براش، ولی در اصل اونی که باخته اونه، نه تو. تو که از خدا ترسیدی و جوابشو ندادی. رفیقه